چهاردهمین روز فروردین ماه برابر با 3 آوریل سال 1379 خورشیدی برابر با 2000 میلادی در گذشت استاد عباس صحاب، جغرافیدان شهیر و پدر علم نقشه‌کشی ایران. عباس صحاب پدر علم جغرافیای ایران که در سوم دیماه سال 1300 در روستای فم شهر تفرش دیده به جهان گشوده بود، 15 سال بعد در خیابان شاه آن زمان تهران، درست زمانی که نوجوانی دبیرستانی بیش نبود، با شنیدن یک جمله از چند جهانگرد فرانسوی، مسیر اصلی زندگی آیندهش تغییر کرد. جهانگردان فرانسوی از اینکه کشوری به بزرگی ایران هنوز یک نقشه راهنما برای پایتختش ندارد، تعجب زده ایرانیان را مورد سرزنش و تحقیر قرار داده بودند و صحاب که حس میهندوستی قوی داشت، پاسخی به این تحقیر نداشت و این مسئله سبب جریحه دار شدن غرورش شده بود. بنابراین با توجه به علاقمندیش به علم جغرافیا تصمیم گرفت نخستین نقشه توریستی تهران را تهیه کند، کاری که برای جوانی به سن و سال او امری بسیار دشوار و غیر ممکن به نظر می رسید. صحاب کارش را با 27 ریال که تمام داراییش بود آغاز کرد و سرانجام بعد از 6 ماه توانست به آرزویش جامع عمل بپوشاند و نخستین نقشه توریستی شهر تهران را تهیه کند و شالوده و اساس مؤسسه جغرافیایی صحاب را در اتاق 20 متری زیر زمین خانه‌ای بنیان بگذارد که امروز پس از گذشت 50 سال به معتبرترین مؤسسه خصوصی جغرافیایی کشور و یکی از معتبرترین مؤسسات جغرافیایی جهان مبدل شده و نام وی را به عنوان پدر جغرافیا در ایران به ثبت رسانیده است. سال 1310 خورشیدی برابر با 1931 میلادی، سرتیب محمد حسین آیرام رئیس شهربانی واحد پلیس سیاسی را دایر کرد. سرلشکر محمد حسین آیرام از رجال سیاسی و نظامی اولین دوره حکومت رضا شاه، فرزند یکی از ایرانیان مهاجر قفقاز بود که در تهران چشم به جهان گشود و تحصیلاتش را در تهران و روسیه به اتمام رسانید و علاوه بر زبان روسی زبان فرانسه را نیز به خوبی فرا گرفت. آیرام مصادف با انقلاب مشروطه به ایران آمد و با درجه نایب اولی در قزاقخانه مشغول به کار گردید. وی پس از تاجگذاری رضا شاه جزو افسرانی بود که به ژنرال آجودانی شاه برگزیده شد و کمی بعدتر به ریاست دژبان تهران انتخاب گردید. اما با شورش زندانیان در زندان قصر و فرار عده‌ای از محبوسان و خلع درجه سرتیپ زاهدی رئیس وقت نظمیه، شاه دستور احضار محمد حسین آیرام را که برای مدتی در اروپا به سر می برد صادر نمود و وی را به ریاست نظمیه کل مملکتی برگزید. از جمله اولین اقدامات آیرام در این مقام تشکیل اداره سیاسی بود که کار این اداره صرفاً پیرامون رفتار، کردار و گفتار دولت مردان بود و همه روز گزارش هایی از همه مقامات برای شاه ارسال می شد. آیرام به سرعت به درجه سرلشکری رسید.